بینندگان عزیز، با سلام به شما اجازه بدید که برنامه امروز رو با یادی از دوست خوبمون آقای خسرو داریوش شروع کنیم. و دوستانی که برنامه جمعه رو تماشا کردید میدونید که من باور نمی کردم که خسرو از میان ما رفته باشه و این بالاخره ذات انسانی که با مرگ همیشه در مبارزه است و نمیخواد قبولش کنه، ولی حقیقتی هست که هممون میدونیم چه زود چه دیر به اصطلاح شطوری هست که در منزل همه ما خوابیده. گفتم بهتون که من این خبر رو از دوستمون آقای سعید سنایی به وسیله تکست متوجه شدم و ایشون گفت که اگر اشکالی نداشته باشه یه نوشته ای رو برای ما بفرستن و ما هم برای شما دوستان بخونیم و من این کار رو کردم. دیروز در فیسبوک هم قرار دادم و امروز در برنامه میخونیم و به بهانه درگذشت خسرو داریوش. البته آقای سنایی نوشتن که به بهانه درگذشت عالی جناب خسرو داریوش خبر شوک‌آور بود و مهیب. خسرو خوبان هم رفت. 7-8 سالی افتخار شاگردیش را داشتم. انسانی بود فراخ‌دست، گشاده رو، با مناعت طبعی وسیع. حیفم آمد که به سفری بی بازگشت رهسپار شد. سالها پیش برایم تعریف کرد که قبل از تولدش پدرش فوت کرده بود در ماه مبارک رمضان. اولین ماه رمضانی که برایش کار میکردم بهش گفتم که خیرات پدر بزرگوارت را افطار به مشتریان روزدار زولبیا و بامیه و چایی رایگان میخوام بدم، اجازه میدی؟ گفت حتما. خیلی هم تشکر کرد و گفت که ممنونم که یادآوری کردی. اما عجب تقارنی که خودش هم ماه مبارک رمضان رهسپار خانه ابدی شد. گرچه مخلص مذهبی نیستم ولی قطعا ارتباطی هست بین این تقارن ها. مذهبی باشیم یا نباشیم، بالا بریم و پایین بیایم، یک ارتباطی اسرارگونه هست که از درکش عاجزیم. سعید سنایی. آقای سعید سنایی، من ممنونم از شما و اتفاقا این که سعدی گفته که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند، همینه که امروز من و شما. من مدت ها بود که به اصطلاح با خسرو رفت آمدی به اون صورت نداشتیم، چون ایشون مشغول کار، ما مشغول کار و اینها، ولی آخرین بار چند ماه پیش در منزل یکی از دوستان دیدمش و خیلی خوشحال، سرزنده و اینها. حالا عکساش اگه پیدا کنم به اصطلاح بهتون نشون میدم و هیچ کم و کسری نداشت. شما اگه برید این برنامه رادیو که براش گذاشتن و نوشته های اینترنتی که هست، میدونید که مثلا حتی چند مدت پیش که تعداد شعبات موبیدیک به این مقدار نرسیده بود، یه ایرانی دیگه آمده بوده گویا 8 میلیون پیشنهاد داده که من 8 میلیون به شما میدم، شما برو راحت، گلدن ایج، برو خوش باش، برو بازنشستگی استفاده کن. ولی خسرو کسی نبود که از جوش و خروش بتونه خودش رو کنار بکشه و بیکار برای خودش بگرده. در صورت من یکی از افتخاراتم اینه که برادرای من هر دوشون با خسرو هم اتاق بودن، با هم کار میکردن در رستوران و بعد از اینم که من اومدم اینجا سال 1986 اولین دوستی رو که باهاش آشنا شدیم همین آقای خسرو بود که ما بهش میگفتیم داچ. داچی گفتم بهتون، شیرازی ها به داداش یا داداشی میگن داچ و اونم همیشه ما رو به اسم داچی صدا میزد و هیچ چیزی جز خوبی و محبت و خنده و جوک و بزلگویی من ازش ندیدم. دوستان زیادی چون میدونن که ما با ایشون مثل برادر بودیم و نزدیک بودیم، در این دو سه روز گذشته سوالاتی از من پرسیدن
که متاسفانه من جوابش رو نمیدونم. مثلا چجوری فوت شده، آیا قبلا هم مشکلی داشته یا نه، اینها من گفتم چون رابطه آنچنانی نداشتیم این اواخر با هم و از این ماجراها خبر نداشتم. یک ضمناً پریشب جایی که بودم شنیدم که سکته قلبی کرده و حتی گفتن که در خواب، دیگه چی از این بهتر. و اون چه مهم هست اینه که این عزیز، این دوست، این رفیق از بین ما رفت و یاد و خاطراتش رو گرامی بداریم. و این عکسی که من به شما نشون میدم برنامه یاد بود ایشون یا مموریالی هست که روز پنجشنبه برای ایشون برقرار میشه در همین شرایتون هتل تایسنز. تایسنز یه جاییه که خیلی نزدیک به 495، به دالاس ایرپورت، به 66 اینها. و دو تا مال بزرگ اینجا هست و ایرانی ها باهاش آشنا هستن. و وقتی پرسیدم از مراسم کفن و دفن و اینها، به من گفته شد که طبق وصیت و خواسته ایشون خواسته که بسوزانند و خاکسترش رو به شیراز ببرند. امیدوارم که من و شما هم اگر یک روز رفتیم دوستان اینجوری از ما صحبت کنند. و با هر کسی صحبت کردم گفتن اونهایی که براش کار کردن و به اصطلاح مشکلی داشتن، چه از لحاظ اقامت کمکشون میکرده، چه از لحاظ خرید خونه و اینها بهشون کمک میکرده تا اون داون پیمنت یا پیش قسط منزل رو بده و اینها. و میگم شاید یکی از دلایلی که من و دوتا داداشامم کمتر با خسرو رفت آمد میکردیم، از موقعی که ثروتمند شد، پولدارتر شد، ما رابطمون کم شد که یه وقت خدای نکرده این نباشه که ما به خاطر پولش باهاش دوست باشیم و حالا افسوس میخوریم ای کاش بیشتر با هم میرفتیم. ولی اون موقعی که میومد والیبال بازی میکرد و اینها، خودش، بچه هاش، 4 تا پسر داره، نت، جاش و 2 تا پسر دیگه که اون شب همه رو دیدم، اتفاقا همسرشون اومده بودن اینها. و پنجشنبه در این مراسم یاد بود در هتل شرایتون تایسنز به اصطلاح خواهیم بود. جیم رهایی سوست هی ویل بی میست. بله، آقای رهایی هم که دوست خوب ما هستن میگن که خیلی غمگین این ماجرا و این خبر و ما همه اون رو به اصطلاح میس میکنیم. میس کردن یعنی جاش خالیه بین ما. خب دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، ساعت 2:08 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا است. من قبل از این برنامه 2 تا برنامه دیگه داشتم که به صورت زنده اجرا شد. یک برنامه فوق‌العاده‌ای بود برای دختر خانم جوانی بود که همشهریم هم هست، خانم نازلی جوکار، و مدت‌ها بود می‌خواستیم با ایشون مصاحبه کنیم ولی این اختلاف زمان و نداشتن وسیله این دوستان نشد تا اینکه امروز این به اصطلاح برقرار شد. و از این موضوع بسیار خوشحالم. ویدیوشون رو روی یوتیوب گذاشتم، روی فیسبوک هست. و برنامه دومی که داشتم طبق معمول هر دوشنبه با دوستان از کانون آوا بود که مهمانان امروز آقای عبدالرحمن محمدیان بودن و آقای مالک بیت مشعل. برید ببینید سازمانی که ادعا میکنه میخواد 80 میلیون ایرانی رو آزاد کنه چگونه افراد خودش رو، افرادی که جوانیشون رو در راه این سازمان از دست دادن و مجانی بدون هیچ چشم داشتی حتی از جان خودشون گذشتن، چگونه با آنها رفتار میکنه. این شاید باید من و شما وقتی میخوایم به یه سازمانی، گروهی، جنبشی بپیوندیم تأمل و تفکر و تحقیق بیشتری انجام بدیم تا بعد مثل این دوستان پشیمون نشیم. خب اجازه بدید که بله، آقای خسرو داریوش، مراسم یاد بود پنجشنبه در شرایطون هتل از 2 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر هستن. این رو میذارن اینجوری که هر کسی به اون ساعاتی که میتونه، خود من سعی میکنم از 3 تا
4:45 اونجا باشم. و امروز هم دوشنبه 13 می ماه هست، برابر با 23 اردیبهشت 1398. یک بار دیگه از آقای سعید صنایعی صاحب دایس برگر که خیلی هم خوراکای خوشمزه‌ای داره، حالا نمیدونم ایشون اینها را از موبیدیک یاد گرفته یا که خودشون قبلا ذوق آشپزی و خوراک و اینها را داشتن و الان هم یکی از خوراکای خوب این منطقه رو ایشون و دیدم آقای محبی هم باشون کار میکنن. 2 هفته پیش در اون برنامه 26 God's Grace وقتی که به آقای تبریزی گفتم این خوراک و اینها خوبه، گفت که بله آقای محبی و آقای صنایعی با هم کار میکنن. خب بریم ببینیم که دنیا کجاست و روی چه محوری میچرخه و من و شما کجای این دنیای دیوانه 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 قرار گرفته ایم. و اما حمله به نفتکش ها، ایران نسبت به دسیسه بدخواهان هشدار داد. حالا این ماجرای حمله به نفتکش ها و اینا هم چند تا داستان مختلفه که متاسفانه چون این خبرها این روزا اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد، حتی اگه بی بی سی باشه، وایس آف امریکا باشه و اینها، خبرها میاد 2 ساعت دیگه بعدش تکذیب میشه و آدم نمیدونه چی، ولی بدون در جریان باشه بد نیست. عربستان سعودی گفت 2 نفتکش ما در دریای عمان یا دریای عمان آسیب جدی دیدن. روز گذشته وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که 4 کشتی باری متعلق به کشورهای مختلف در حاشیه آبهای شرقی این کشور در نزدیکی بندر فجیره هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند، اما به کسی آسیبی نرسیده است. به گفته خالد فاله وزیر انرژی عربستان سعودی، 2 نفتکش سعودی که در حال عبور در دریای عمان بودند در این عملیات به شدت آسیب دیدند، هرچند به گفته او این عملیات منجر به آسیب دیدن کسی و یا پخش شدن نفت در دریا نشد. به گفته او یکی از نفتکش ها به قصد بارگیری نفت خام عربستان از بندر رأس التنوره در شرق این کشور در خلیج فارس برای مشتریان آمریکایی در حرکت بود. آقای فاله همچنین بر مسئولیت مشترک جامعه بین المللی برای تأمین عبور مرور دریایی و امنیت نفتکش ها تأکید کرد. چه ملل بدی هستیم، همه اون دوربر مسلمان ولی با خودمون انقدر بد رفتار میکنیم که مجبوریم بگیم آمریکا و دیگران بیان تو سر ما بزنن و به اصطلاح دخالت کنن تا ما اونجا بتونیم امنیت رفت آمد رو داشته باشیم. اینم از این. و در واکنش به این رخداد وزارت امور خارجه ایران آن را نگران کننده و تأسف بار خواند و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق آن شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آن را دسیسه از سوی بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه خواند و خواهان هوشیاری کشورهای منطقه نسبت به هر گونه ماجراجویی از سوی عوامل خارجی شد. بعدم توضیحاتی داده در رابطه با حرکت کشتی و به اصطلاح اون جزیره و اینها که فکر نمی کنم برای من و شما مهم باشه یا حتی براش ارزشی قائل باشیم که بخوایم وقت اون رو بذاریم و بدونیم. و اما دیدار مشکوک قاسم سلیمانی از عراق سوء ظن آمریکا را تقویت کرد. این دیدار پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته دونالد ترامپ دستور اعزام ناو هواپیما بر آمریکا به خلیج فارس را صادر کرد. جالبه که اینجا ننوشته خلیج فارس، نوشته به خلیج را صادر کرد. اعزام نیروها به تنگه هرمز در پی کسب اطلاعاتی درباره طرح حمله از سوی عوامل وابسته به ایران به نیروهای آمریکایی صورت گرفت.
گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن است که تصمیم وزارت دفاع آمریکا به اعزام نیرو به تنگه هرمز در پی دریافت اطلاعاتی از طرح ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی گرفته شده است. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که خود از سوی آمریکا در لیست تروریست قرار گرفته است، در تصویری جدید با ابو مهدی المهندس و شبل‌الزیدی فرمانده تیپ امام علی که این یکی نیز به عنوان یک تروریست در لیست وزارت امور خارجه ایالات آمریکا گنجانده شده ظاهر شده است. اجازه بدید من این عکس رو هم بهتون نشون بدم، شاید بخواین شما برای یاد بود یا یادگاری داشته باشین. شیرازی ها به یادگاری میگن یاد بود. این عکس هست که میگه قاسم سلیمانی هست با ابو مهدی المهندس و شبل‌الزیدی یا شبل‌الزیدی. این اسامی رو ما ممکنه بد تلفظ کنیم به دلیل اینکه ا او نداره. البته اصلا ناراحت نباشین، چون وقتی میان سراغ آمریکایی‌ها اسمتون رو نوشتید ا ا او ا ای آی او همه اینا رو هم داره، باز اینا هر چیزی دلشون میخواد شما رو صدا میکنه. میگه که شرکت سایفون گفته ایران پیشرفته ترین سیستم فیلترینگ دنیا را داره. من یه نصیحت و پیشنهادی میکنم به دوستانی که معمولا کمدان هستن، کم مطالعه میکنن، اخبار رو خیلی دنبال نمیکنن یا اخبار رو فقط از یک قیف مثل فاکس نیوز گوش میکنن. برید برنامه دیروز آقای زکریا، فرید زکریا رو ببینین، با 3 نفر مصاحبه میکنه و ببینید چی میگه. طرف میاد میگه ایران با وجودی که عملیات تروریستی انجام میده، ایران با وجودی که این و آن و آن، بعد میگه ایران رو دست کم نگیرید، بعد توضیح میده که ترامپ توسط اسرائیل زد زیر برجام، حالا هم مونده نمیدونه چه کار کنه. خودتون دیگه شاهد بودید تا جایی که ترامپ گفت من حتی شماره تلفن دادم به ایرانی ها که با من تماس بگیرن، یعنی یه چیزی گفته توش مونده، درست مثل قولای دیگه‌ای که داده. یادم میاد یه دوستی گفتم به من گفت که آقای سوربی دیگه از این که این بیزینسمن یا تاجر معتبری هست که شما موفقی هست که حرفی نداری. گفتم اتفاقا حرف من از همینجا شروع میشه، چون اینجا به وسیله دروغ این شروع کرد و گفت من خود ساخته و نمیدونم پولدار و اینها، یکی یکی دروغ، و دیدید که این شخص روزانه نمیدونم چند هزار دلار ادعا میکنه از دست داده. و توی آمریکا اینجوریه، شما وقتی میخوای خونه بخری میری میگی من میتونم این خونه رو بخرم، از پس قسط دادنش برمیام، میگن کاغذهای مالیاتی سالهای گذشته تو به ما نشون بده تا من به شما بگم میتونی یا نمیتونی. کسی که میاد نشون میده هر سال برای مدت 10 سال ضرر داده، بیش از هر آمریکایی دیگه‌ای ضرر داده، این نمیتونه بیاد اینجا وام بگیره. به همین دلیل اینجا هیچ بانکی بهش وام نداد، رفت سراغ نوکر روسیه و کشورهای عربی شدن و کشورهای مثل آلمان و دوچه بانک و اینها شد، که دوچه بانک هم که از خودش به این پول نمیده، که پولای دیگران رو پولشویی کردن و دادن به این. بله خیلی ممنون. آقای خوشنودی میگه آقا این عکسی که نشون دادی قیافه هاشون همش تروریسته. نه اینجوری نیست آقای خوشنودی، بذار برات بگم. مثلا عکس آقای رضا پهلوی رو توی عروسی پسر ابی برید ببینید، اونی که باهاش دوسته وقتی اینه نگاه میکنه یک جوان خوشتیپ میبینه، اونی که باهاش دشمنه اینو یک شیطان بزرگ میبینه، اونی که باهاش اختلاف داره اینو یک پسر موسفید، یعنی کودک موسفید میبینه. برداشتی که ما از افراد داریم، البته من سالها پیش خیلی بچه بودم یک مقاله ای رو خوندم که میگفتن یک نقاشی را افتاده و اون شعر مرضیه بود، صورتگر
نقاش چین یا صورتگر چینی هم چیزی را افتاده دور دنیا و میره مثلا افراد بد رو نقاشی میکنه، بعد میره افراد خوب رو هم نقاشی میکنه. وقتی داشته از یه فردی بدکاری نقاشی میکرده، طرف میگه این عکس مال کیه، این نقاشی مال کیه، میگه مثلا مال فلانی، میگه این شبیه منه. یعنی اون مرده اوائل که خوب بوده اینجوری به نظر میمده، ولی بعد با کارهای بد روی قیافه و صورت افراد اثر میذاره. در هر صورت باز برگردیم به این دوستون آقای خسرو. خیلی ها از من پرسیدن آقا شاید مسئله نگرانی و پول و اینها بوده، چون بالاخره هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر، هر که فکر پولش بیشتر، فکرش بیشتر. گفتم حتما این مسئله هست، ولی یادتون باشه آقای خسرو داریوش، من یادم اصلا اولین باری که من آشنا شدم این بود که داداشای من گفتن که ایشون چون یتیم بوده در ایران و حالا اون ثروت و یا ارث و میراثی بهش رسیده، این نمیتونه بره اونجا، شما این پول رو در شیراز بگیر و براش بفرست، و این کار رو انجام دادیم. مثلا قبل از انقلاب بود و اینها، و پدر ایشون قبل از اینکه خسرو 66 سال پیش دنیا بیاد، پدرش فوت کرده. و این اتفاق خیلی میفته که یک ژنی، جینی در به اصطلاح خانواده‌ای هست، و این هست. البته همه ما میدونیم شما وقتی یه بیزینس داشته باشی، یه درد سر داری، دو تا داشته باشی، دو تا درد سر داری، 10 تا داشته باشی، 10 تا درد سر داری. ولی ایشون یک بیزینسمن موفق بود. حالا اون چیزای دیگر رو من نمیدونم، و چون نمیدونم ترجیح میدم دربارش صحبتی نکنم. و اما ببینیم که این دوستان برای ما چه خبرهایی فرستادن. میگه که آقا، این آقای اکبری میگه فعلا که ترامپ شده مهدی موعود برای بعضی از ایرانی ها. خیلی اسم قشنگی شما استفاده کردید. همون جوری که مهدی موعود 1300 ساله اینا رو انگوش به دهن، که میدونی منظورم چیه، انگوش به چند تا نقطه نگه داشته، احتمال زیاد این ترامپ هم همین برنامه رو داره. ترامپ خودش اینجا پرونده های نزدیک به 20 تا پرونده فدرال، دولت مرکزی و به اصطلاح ایالتی داره که هر یک از اینها منتظرن یا این ایمپیچ بشه، استیضاح بشه، یا دوره رئیس جمهوریش تموم بشه و اونا تازه به جریان بیفتن. اینه که دلم واقعا برای اونای میسوزه. یعنی به ساده لوح بودنشون نمیتونم بگم قبطه میخورم، حسودی میشه، چون خیلی بده دیگه آدم اینقدر ساده لوح باشه که یک کسی رو از صحبتاش، از حرکاتش نفهمه. چقدر این شارلاتانه، چقدر این مفتخوره، چقدر دروغگوه. حتی تو جوکای پریشب طرف میگه خب این اگه اینقدر ضرر کرده، حتما همسرش الان میگه خب من به خاطر پول با این بودم، حالا دیگه به خاطر چی هستم؟ اینکه نه سنی داره، نه قیافه‌ای داره، نه هیکلی داره، نه بله ماجرای دیگه‌ش هم بهتر میده. خب بریم سراغ این خبرها. ما زورمون با آقای خازه نرسید، هرچی گفتیم برادر، کاکو، داچی، داداشی، روزی 3 تا بفرست. یعنی شما اگه از روز جمعه که ما برنامه اجرا کردیم میمونه شنبه، یه شنبه، دو شنبه، اگه روزی 3 تا خبر برای ما بفرستیم میشه 9 تا خبر. بعد ما حالا 20,000 تا این ور اون ور داریم توی فیسبوک و فیسبوک خودمون و ایمیل و رو توییتر اینها. اگه هر کدوم از اون دوستانم 9 تا بخوان بفرستن میشه 20,000 تا ضرب در 9 تا، 180,000 تا. ولی باز ایشون چپ و راست، یعنی میره تو وبسایت گویا هر تیتر خبری رو برای من میفرسته، میره بی بی سی هر تیتر خبری رو برای من میفرسته. و من الان دیگه شک دارم که ایشون بیننده برنامه ما هست یا نیست، چون فیسبوکش رو بلاک نکردم، ولی گفتم این به اصطلاح نوتیفیکیشن یا مسیجای این آقا رو من نمیخوام ببینم. ولی نکنید آقا، این کار زشتیه. اگر به دوستان خودتون احترام نمیذارید، ما چجوری انتظار داریم شماها به مخالفین و دشمنان خودتون احترام بذارید؟ اگه بچه شیراز هستی، سعدی گفت چی؟ با دوستان مدارا، با دشمنان مروت. بالاخره دوتاش فرق نمیکنه، شما میتونید با دوستانم مروت داشته باشید، با دشمنان مدارا.
آقای خوشنودی میگه این که آقای اکبری نوشته امام زمان، نه این که برداشت خودشه. رسما بعضی توی این فضای مجازی میگن امام زمان ترامپ یا ترامپ صاحب زمان. بله بهش عالی جناب میگن، ولی شما برید آقای فاتحی رو هم ببینید نوشتهش چجوریه که میگه که مهدی زمان ترامپ. بعدن توضیح میده که اینایی که رفتن دنبالش چقدر ساده لو هم و اینها بعدن افسرده میشن، چون شما به یک کسی اطمینان میکنین، بعضی وقتا پول میدی دستش، پولتو میخوره، بعد میگه ای بابا گول پدرش، پول رو میتونم در بیارم. ولی اینها آقای چیزی شعر قشنگی میخون یادت میاد که یه روز نمیدونم پول مرا رو بودی فلان، اینا همه رو میگفت، بعد یه جایی میرسید به اونجا که یادت میاد خواب مرا رو بودی، میگفت امیدوارم کسی خوابتون رو ندزده، اون آسایش روح و روانتون رو ندزده. آقای خزائی رو ول میکنیم میریم سراغ آقای ابهری. بها ابهری نوشتن invitation to an interfaith dinner، دعوت به یک مهمانی. من این interfaith رو نمیدونم چی بگم، ادیان، همه ادیان میتونن شرکت کنن، و دیدم حتی نوشته که اگر دوستان یهودی، کلیمی، جهود، حالا هر کنون شما میپسندی، میخوان شرکت کنن بگن تا مثلا برای اونها لابد خوراک کوشر. این خوراک کوشر هم عجب کلاه مذهبیه که کلیمی ها سره، مثلا میگه این خیاشورت کوشر نیست، مشروبت کوشر نیست. میگه چجوری کوشر میشه؟ میگه با پول بدی به من یه دعا بخونم کوشر میشه. دیدید که این کارو مسیحیام انجام میدن، قبل از خوراکشون رو آمرزش میدن، بلس میکنن، نمیدونم رستگار میکنن، هر چیزی. میگه you are invited to this event on Skype or in person. برای افرادی مثل من که اونجا نیستن نوشته شما میتونید به وسیله اسکایپ بیان. حالا امیدواریم یه زمانی اسکایپ و تلویزیون و کامپیوتر اینقدر پیشرفت کنه که بشه از داخلش خوراکم بگیریم یا بوی خوراکو اینها هم بیاد. در صورت ایشون نوشته که نیوز ان ایونت فرایدی، یعنی جمعه 17 هم. اجازه بده من این عکس رو بهتون نشون بدم. ما نمیدونیم این دوستان چرا یا سبز آبی می نویسن یا خوش میاد این نوشته ها رنگی باشه به جایی که خیلی ساده مثل دفتر و کاغذ با سفید، یعنی با سیاه روی کاغذ بنویسند، کاغذ سفید. در صورت این نظرها متفاوت. میگن که Friday May 17, 2019 12 day of رمضان، 12 روز از ماه رمضان، روز جمعه، یک برنامه هست Interfaith Iftar Dinner and Conversation. ایشون نوشته Conversation، یه اینش یادش رفت. To share parlors and good deed. ممکنه مثلا این کلمه باشه conversation، من نمیدونم، ولی conversation یعنی گفت و شنود. بله، یک نفر در اذان میگفت الله اکبر ترامپ. خب ببینید، یه دوستی مسخره میکرد، میگفت آقای حضرت محمد نماز میخونده، اگه نماز میخونده میگفته چی؟ میگفته اشهد ان لا که خودم فرستاده خدا هستم، یا اشهد ان لا خودم نمیدونم، یا اللهم صل خودم و فامیلم. اینا هم حالا بگن بخون. 1400 سال این مسلمان ها گفتن الله اکبر، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا شنیدم تو یکی از این کشورها یه نفر که فریاد زده الله اکبر 170 یورو یا واحد اون پول جریمه کردن. گفتم که حتما به زودی اینا میگن آقا اینا جریمه حالیشون نیست چون مسلمونن، بیاین 170 ضربه شلاق بزنیم. خب بریم سراغ این. نوشتن که please RSVP. این RSVP یعنی یه کلمه فرانسوی، با 4 کلمه فرانسوی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یعنی رزرو کنید، به ما بگید که چند نفر میان. اینا این رسم خوبیه که متاسفانه ما ایرانی ها رعایت نمی کنیم. این برای هم صاحب مجلس کمکی هست
که میدونه چند نفر دارن میاد، چند تا صندلی بچینه، چند تا خوراک بگیره و اینها، هم برای مهمونا که میرن بدونن که آقا صابخونه میدونه که اینا دارن میان و گشنه نمیمونه. در هر صورت نوشته این comment section میگه بعد اون پایین در قسمت نظرات بنویسین so we have dinners for everyone or accommodate more space if needed. بعد میگه اگرم بیشتر میخوام بنویسین we will have halal. و بعدم اینجا نوشته خلاصه چون برای ادیانه و ادیانم احترام گذاشتن و براشون رعایت میکنن. میگه که meeting start at 7 PM. این گرد همایی از ساعت 7 شب آغاز میشه و شام ساعت 8:30. نوشتن approximately یعنی تقریبا، چون میدونی که این ماه و به اصطلاح افطار و اینا یه مقداری بستگی به حرکت ماه و خورشید و اینها داره، یه مقداری ساعتش قابل پیش بینی دقیق نیست. در اصل اونی که 15-16 ساعت دوام میاره فکر میکنم یکی دو دقیقه هم بتونه دوام بیاره. آدرسش هست 4915 آلتون پارکوی ایروین کالیفرنیا. ایروین میگن یا ایروین میگن؟ ایروین کالیفرنیا 92604. بعدم یه برنامه دیگه هست 27 جون. امیدواریم که آقای ابهری از تلویزیون مردم هم استفاده کنه و این فراخوان ها، گرد همایی ها، آگهی ها رو از اونجا به سمع و نظر دوستان برسونه. میگه دوست گرامی با توجه به هموطن برخیز تا محشر کنیم، دفع مفتی، دفع شیخ و دفع شر کنیم، هنگامی که راه حلی ارائه نشده باشد، این شعر جز شعاری بی ارزش نمیتواند چیز دیگری باشد. ارادتمند هوشنگ آریانپور. و این اگه اشتباه نکنم این آقای قاسم شعل سعدی همشهری ما هست و فکر کنم نماینده مجلس بود، بعد مشکلاتی برش پیش آمد با این آخوندها و من نمیدونستم که ایشون شاعر هم هست و شعر میگه و حالا این شعر رو من براتون میخونم. شما ازتون خواهش میکنم بعد از این شعر بلند شین برین هر کاری این گفته انجام بدید. سروده تازه‌ای از قاسم شعل سعدی، یعنی تا امروز اون سروده های قبلی هیچ کاری انجام نداده که احتیاج پیدا کردیم به این سروده تازه. هموطن برخیز تا محشر کنیم، دفع مفتی، دفع شیخ و شر کنیم. زندگی بر ما تبه بنمود شیخ، جستجو یک عالم بهتر کنیم. ناله و فریاد با هم سر دهیم تا که گوش عالمی را کر کنیم، تا که گوش عالمی را کر کنیم. هموطن وا کن در میخانه را تا که با جامی گواراتر کنیم. پاره کن زنجیر استبداد را از چه رو با مستبد ما سر کنیم. جز دروغ از واعظان نشنیده ایم، حرف آنها را چرا باور کنیم. در کمان آرش ار تیری نهیم، شیخ را آواره و مستر کنیم. این کلمه رو من نمیدونم یعنی چی، یعنی مسترب کنیم، نمیدونم چی. کاوه را از یاد مردم بردند، یاد او با شیوه دیگر کنیم. آتشی در زیر خاکستر بود، روشنش در زیر خاکستر کنیم. شیخ گلهای وطن پرپر نمود، یاد گلهایی که شد پرپر کنیم. چون وطن ویران بشد با دست شیخ، فکر آبادیونی کشور کنیم. شعله درس عشق میهن میدهد، درس او را هموطن از بر کنیم. آقای شعله، شما گفتی که آرش و نمیدونم اینها رو شیخ از بین برده، آخه دروغ به این بزرگی؟ وقتی مردم میبینن شما تو شعر دروغ میگی دیگه همه چی میریزه به هم. آقا از زمانی که این آخونده اومدن بر اثر نادانی و جهالتشون مردم رو از اسلام و شیعه گریزان و به طرف فرهنگ و هخامنش و
فروهر و پاسارگاد، آخه این مزخرفات چیه که شما میگید؟ چرا 4 تا کلمه حرف درستم که میزنید برای که این شعرتون دو صرفه بشه میای گندش میزنید؟ آقا بگو بلند شید، برخیزید. چش، فکر خوبیه. کجا آقای شعله سعدی؟ کجا برخیزید؟ چه کار کنید؟ شمایی که الان در ایران هستی، در شیراز هستی، چه کار میکنید؟ یه ویدیوی هست، عمه دوسی، خاله دوسی، خانم دوسی، چی؟ من یادم نیست تو شیراز به کی میگفتن خانم دوسی، ولی دیده بودم تو فامیلامون، معمولا اونایی که یه نسل جلوتر از ما بودن اینو میگفتن. خانم دوسی زنگ میزنه به ترامپ و بهش میگه آقای ترامپ، شنیدم شما میخوای بیای ایران حمله کنی و فلان اینا، همین وروبرت نگاه کن، همونجا ایرانی ها رو میبینی، اونا که غیرت نمی کنن بیان ایران. آقا خجالت بکشید، مگه کسی مجبورتون کرده شعر بگید؟ شعر نگید، خفه خون بگیرید. خمینی دیدید؟ هیچ شعری نگفت، کاراشو انجام داد، بعد که اومدیم دیدیم آقا شعراشم میگفته و مینوشته و میذاشته زیر دوشکی که میشینه روش. امروز برای یه نفر دیگه نوشتم، نوشته بود این اتمام حجت است. نوشتم ای کاش خمینی هم کامپیوتر داشت و هی نشسته بود و اتمام حجت میکرد و هنوز زیر درخت سیب در فرانسه نشسته بود، یا در اون منزلش در عراق و کربلا و هر جایی که بوده. نکنید، آبروی خودتون رو نبرید. عکس این سعید شمیرانی رو گذاشتن، یک کاریکاتوری نوشتن آقا خجالت بکش، اینقدر هر روز میگی پنجشنبه بیاین بیرون. خب بیاین بیرون چه کار کنن؟ مردم میخندن به شما، بیاین بیرون. اون یکی میگه بیاین بیرون، این دیوانه تیمسار روانی میگفت بیاین بیرون، نگاه این ور بکنید، نگاه اون ور بکنید، همسایه‌تون هم که اومده بیرون نگاه همدیگه کنید برید تو. خب این واقعا اگر ایرانی ها این کارا رو انجام بدن یعنی ثابت کردن که دیوونه هستن. خانم دوسی به مادر بزرگا و پیرزنهای خونه میگفتن، ما میگفتیم ننه و نمیدونم در صورت، ولی شنیده بودم که بعضی از فامیلامون داشتن الله و مسل علی محمد and all his family. خب میگه مستر means مسترب، نمیدونم، من تا حالا ندیده بودم مستر کنیم. البته میدونید میگن قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، اینا میگردن دنبال یک کلمه ای و اگر اون پیشنویس یا درفت یا شیرازی ها بهش میگن چرک نویس نگاه کنید، صد بار اینا خط زدن کلمات رو جابجا کردن تا تونستن این شعر رو بنویسن و بعد پخش کنن. ما هم اینجا مسخره شد. انفجارهای بزرگ آتش سوزی نفتکش‌ها در بندر فجیره امارات تکذیب کرد. روحانی گفت باید در حد اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه کرد، مطالبه داشت. یکی به اینا بگه ای کاش شما احمقا هم در حد اختیاراتتون میمدین به مردم قول میدادید. اینجا هم این کار انجام میشه. پدر جورج بوش، اونی که چند مدت پیش مرد، آمد به مردم گفت اگه منو انتخاب کنید مالیات افزایش نمیدم. همچین که انتخاب شد مالیات رفت بالا. بعد گفت شما نمیفهمین من چه کار به مالیات دارم، اصلا دست من نیست. البته مردم فهمیدن، دور دوم انتخاب نشد. و صحبت از مالیات و صحبت از مردم پول دادن است، ترامپ باز یه کار احمقانه‌ای که کرده، بدون اینکه بشینه با سیاست و از سیاست استفاده کنه، درست مانند شاه گرامی خودمون که از پشکل تا بمب اتم رو بلد بود، دهن باز کرد و گفت تعرفه میگیره روی اجناس چینی. چینی هم گفتن باش، ما که از جیبمون نمیدیم، قیمت رو میبریم بالا. قیمت که میره بالا یعنی چی؟ ماشینا گرون میشه. ماشینایی که گرون میشه، فکر نکنید ماشینای چینی یا خارجی گرون میشه، ماشینای آمریکایی هم تمام قطعاتشون از این ور اون ور میاد، اونها هم گرون میشه. ظرفشویی، لباسشویی، وسایل، اسباب بازی، هر چیزی که شما میگید نزدیک به 90% وسایل و چیزایی که من و شما استفاده میکنیم یا مال چینه یا مال کشورهای دیگه که مونده توش. اینم یکی دیگه از اونایی که دوباره ترامپ مانند خر در باتلاق، اونم در گل مونده. بله،
خب آقای ابهری، ما آگهی شما رو خوندیم، اتفاقا گفتیم که امیدواریم آقای ابهری برای اون برنامه های آینده از تلویزیون مردم استفاده کنه. دیدیم این می 17 تون رو خوندیم، بعدا میتونید نگاه کنید، ولی اون جون 27 و اینها رو گذاشتیم برای بعد. مجلس ایران تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی. میدونید که الان صحبت شده اگر آمریکا تحریمات رو ادامه بده، ایران گفته خب ما هم افغانی ها رو از کشور بیرون میکنیم تا به اندازه کافی مواد غذایی وسیله برای خودمون ایرانی ها داشته باشیم. و از اون ور سالها بود که این مشکل بچه هایی که از حاصل ازدواج افغانی ها هستن با زنهای ایرانی به اینا شناسنامه نمیدادن و این یک کار اشتباهی بود که آخونده انجام داده بودن و باعث شده بود یه نسل جدید بی سوادی پرورش پیدا کنه. از اون طرف اینا میرن تو بازار کار یه نسل کودکان کار و این برمیگرده به همین که آقا تو کتاب خوندی، بری آخوند بشی، برو آخوند باش، بذار یه نفر که سیاست مداره بیاد این کارا رو انجام بده، یه نفر که تاجره بیاد توی امور بازرگانی و تجارت. و تمام اشکالا اینه که افرادی که کارشناس و متخصص نیستن در رأس کار هستن. اون روز صحبتی بود که آقای اندی رفته برای پسر فلانی خوانندگی کرده. گفتم اولا خیلی از این خواننده ها اخبار رو اونجوری که من و شما دنبال میکنیم دنبال نمیکنه. دوما اگه یک کسی زنگ زده باشه، دعوت کرده باشه که آقا شما بیا خوانندگی کن، خب ایشون میگه کجاست، چجوریه، چند روز باشیم، چند تا به اصطلاح اعضای کنسرت بیاریم و اینها، قیمت معین میکنه. نمیگن شما چه طرز فکری داری، بابات کیه، این پول بابات از کجا آورده. اگر این قرار بود انجام بشه، آقای رضا پهلوی اینجا نه مراسم عروسی خودش رو میتونست اجرا کنه، اون آخونده باید میگه آقا این پول دوزیه. مشکل زیاده، به این سادگی نیست و به این سادگی به پرپای همدیگه نپیچیم و همدیگه رو اذیت نکنیم. امیدوار باشیم. من شوخی میکنم به این دوستان، میگم همون جوری که تا یک قرون آخر، تا دلار آخر پولهایی رو که توسط شاه و خانوادهشون دزدیده شده بود، بیرون برده شده بود، پس گرفتیم، از این آخوندها و آقازاده‌ها هم پس بگیریم. راستی واقعیت چیه؟ اگه شما یه پولی رو به ناحق به دزدی به دست آورده باشید، به پسرتون به ارث رسیده باشه، پسر شما مسئول هست که اون پولا رو پس بده یا نیست؟ نظر شما در این مورد چیه؟ شاید هم بهتر باشه نظر شما رو نپرسیم، چون همتون تنبل شدید، حوصله نظر نوشتن، نظر دادن رو ندارید. خب وقتی ندارید ما هم نمیخوایم به زور التماس کنیم. خب اعتراض صدها نفر در استانبول در مخالفت با برگزاری مجدد انتخابات شهری. حالا من نمیدونم این برای خبر ایرانی این چه چیزی داره. بله، میگه که جمعه 7 بعد از ظهر در اسکایپ میبینمه و به خاطر فاصله دور افطار بی افطار. در ضمن اگر دوست داشتی قبلا در اسکایپ دنبال من بگرد و ثبت نام کن که در روز برنامه مثل من هاجواج نباشی. اسممون هست؟ اوکی، خیلی ممنون، چشم. بله، میگه فعلا که شازده باز پیداش نیست. چرا آقا؟ تو عروسی پسر، میگم تو عروسی پسر ابی بوده، رفته نیو مکزیکو. اینا هم اینجوری هن. وقتی یه نفر پول بلیط و وسائل و مخارج میده، حالا که میره میگه بس دو سه تا شهر دیگه هم برم، دو سه تا مهمونی و دو سه تا بشقاب $1000 پلو و فلان بفروشم و بیام. یعنی اینجوریه الان نیو مکزیکو یا مکزیکو سیتی. توی یک کلیسایی، چون تعجب کردم که پسر ابی فامیلیش فرق میکنه، شاید این پسر همسرش هست. در هر صورت پسر ابی ازدواج کرده،
خبرها و عکساش هم هست. اتفاقا دیدم آقای رضا پهلوی و همسرش بغل دست این دوستون آقای فرامرز اصلانی هم نشسته بودن و 16 اگر پیداش نیست اصلا نگران نباش، فکر نکن که الان در کشورهای همسایه با پوتین دارن برنامه با ترامپ دارن برنامه میذارن که حمله کنن. همین دور و بر خودتون مخصوصا شما که کالیفرنیا هستی هم اونجا داره خوش میگذرونه و اون هم مثل ترامپ میخنده به ریش اونهایی که انقدر ساده لوحن که این بعد از 40 سال بهش میگن بیا برو ایران، تا بعد از چند سال درست مانند پدر بزرگت اخراجت کنن، درست مانند پدرت در به در بشه. منم بودم نمیرفتم، ولی من اینقدر شهامت، شجاعت، مردانگی، انسانیت داشتم که میگفتم من نمیرم. آقا شما اگه یک کسی بهت میگه فردا میای منو ببری بیمارستان، بگی نمیتونم بیام. همین امروز ساعت 4 ما یه برنامه داشتیم با آقای کوروش سلیمانی. ما دوستان اصلا این چیزها رو رعایت نمیکنیم. خب ما ساعتها با ایشون قرار گذاشتیم، برنامه گذاشتیم، بعد سر نرخ، سر چهارشنبه باشه، دوشنبه باشه، سر دوشنبه ساعت 4 باشه، اینا صحبت کردیم، قبول کردیم، اوکی کردیم، خداحافظی کردیم رفتیم. حالا امروز براشون نوشتم که شما قرار بود عکس بفرستی، نفرستادی، میخوای دوشنبه 4 بعد از ظهر با ما باشی یا چهارشنبه 4 بعد از ظهر؟ میگه آها من فکر کردم بودجم نمیرسه. خب آقا فکر کردی بودجت نمیرسه باید به من خبر بدی. یه مثال خیلی ساده برات بزنم آقای کوروش سلیمانی، شما هنرمندی، من بهت زنگ میزنم چون مشتری اولین بار نیستم، شما به من نمیگی پول بفرست، بهت میگم که آقا ما یه مجلسی داریم اینجا، شما پس فردا بیا و 150 تا مهمون داریم، احتمالاً از این 150 تا 50 تا کاریکاتور شما میخواین برای ما بکشیم، شما میگی 50 تا 10 دلار، 500 دلار، من میگم باشه، گوشی رو میذاریم خداحافظ. شما دو نفر دیگه بهت زنگ میزنن میگن آقا پس فردا بیایم اونجا، میگید که ببخشید من آردی بوک شدم، یعنی دیگه نوشتم میرم فلان جا. آقا روزی که میخوای بری اگه زنگ زدی گفتی سوربی آدرست همونجاست یا خونه جدید بیام، من بهت بگم آقا من تصمیم گرفتم شما نیای، خب تو دلت فوش میدی. حالا ما اینقدر قبل از شما از این بدقولیات دیدیم که دیگه فوش نمیدیم، چون میگیم آقا چه فایده، فوش به جایی نمیرسه. ولی این درست نیست. به مجردی که شما فکر کردی که نمیتونی اون قرارت رو نگه داری باید به طرف مقابل خبر بدی. امروز که نبوده که، دیروز بوده، دیروز باید خبر میدادی، پریروز بوده باید پریروز خبر میدادی. ماها چرا این چیزای ساده آداب معاشرت رعایت نمی کنی؟ چرا؟ میدونید چرا؟ خودخواه هست. حالا ببینیم یه وقتی اولین باری که با ایشون برنامه داشته باشیم از ایشون میپرسیم که آقا چرا آداب و معاشرت رو رعایت نمی کنی؟ وقتی شما دوستان این کارا رو انجام میدید ما رو مجبور میکنید، مثل پمپ بنزینایی که بعد از ساعت 11 شب در رو میبنده، از یه دریچه‌ای که حتی تفنگ و اینا هم نمیتونی شلیک کنی، نوشته اول پول بده تا من پمپ بنزین رو روشن کنم، بعد شما میری 20 دلار از این سوراخ میکنی داخل، اونم میزنه 20 دلار، سر 20 دلار هم هنوز نرسیده، بنزین زدنش تلب تلب یواش میشه، سر 20 دلار آف میکنه. اینجوری باشه ما کسی خاص برنامه بذاریم میگیم آقا اول پولتو بفرست بعدن قرار برنامه میذاریم، بعدن بهش شرط میکنیم اگه برنامه تو کنسل کردی دفعه دوم باید اینقدر پول بدی، اگه دوباره کنسل کردی پولت از بین میره. اینه که ما میبینیم این آمریکایی‌ها اینقدر قشنگ. اولین باری که اومدیم تو آمریکا رفتیم یه خونه اجاره کردیم، گفتیم آقا اینا عجب ظالمن. میگه اگر اجارت 5 روز دیرتر بریزه برسه مثلا 100 دلار ما چارجت میکنیم، اگه چکت برگرده 30 دلار چارجت میکنیم. گفتیم عجب بی‌انصافن. بعد دیدیم نه، اگر این قانون نباشه اینجا سنگ روی سنگ وای نمیسه و این سیستم کار نمیکنه. در سال آقای کوروش سلیمانی بنده از شما گله‌مندم، انتظار نداشتم و امیدوارم به اصطلاح توضیحی برای خودت داشته باشی. بله میگه من میگم از نظر سیاسی شازده نیست. آقا اون موقعی که از نظر سیاسی
این 16 بود چه کار میکرد که حالا نکنه؟ حالا اگه 16 نیست، آقای زرابی و دیگران هستن، برای خودشون برنامه میذارن و دلشون خوشه و انتخابات را میندازن. روزگار غریبیست نازنین. خب این از این. برگردیم باز به خبرهایی که براتون گذاشتیم. یه چند تا ویدیوی خوب داریم بهتون نشون بدیم. ببینیم، میگه که دو زبان و دو عقل. البته من متاسفانه این ویدیوهای اینجوری رو خیلی دوست ندارم و برداشتی که ازش دارم اینه که اینا خیلی لوسن، دیگه از من بیکارتره. من گاهگاهی به خودم میگم آقا بیکاری؟ حوصله داری این وقت و زندگی تو اینجوری چیز میکنی؟ بعد بازم میگیم بابا بالاخره عادت کردیم. این مثل اعتیاده که آدم میدونه پولشو میده سیگار میکشه، فردا باز دوباره همین خماری رو داره، یا پولشو میده مشروب میخوره دوباره یه ساعت دیگه همون حال همون احواله. و بشنوید و ببینید شما نظرتون چیه درباره این گونه ویدیوها که تعدادشون هم کم نیست. آقا سلام. های خوبی؟ آقا نره چیز، شما ناو هواپیما بر زدی تو دیوار برای فروش؟ نه من بوشهر زنگ میزنم، من صبحانم، میگم که شما ناو هواپیما بر رو زدی تو دیوار برای فروش، شماره گذاشتی، قیمت گذاشتی، یک چند تا صفر نمیدونم، خیلی صفر داشت. میگم تر تمیز ناوه؟ نه ما یه دونه، ببین ما یه دونه میخوایم. خب بعد حالا اگه بیشتر هم داشته باش. حالا اون آقایی هم که میگه من حتی یک کلمه نمیفهمم، اونم ایرانیه. اینا حالا فکر میکنن دیگه انگلیسیشون انقدر خوب شده که میتونن توی این نوارا ادای آمریکایی‌ها رو در بیارن. بعد جالبه که این آقا هم تا یه جایی انگلیسی رو میفهمه این دوستمون، بعد اونجا یادش میاد که بگه نه من انگلیسی بلد نیستم. و من اصلا لذت که نمیبرم هیچی، یک کمی هم به حماقت اونها میخندم، یک کمی هم به حماقت خودم که وقتم رو تلف کردم، حقیقتا ناراحت میشم از دست خودم. خب ببینیم که یک مثال عربی میگه که وقتی شرم نیست هر کاری میخوایی انجام بده. توی زبان فارسی داریم همچین چیزی دوستان به نظرتون؟ حالا اینو ببینیم. این راجع به تشابه زمان جورج بوش، اون حمله به کشورهای مختلف با اون دلایل بیخود و دروغهایی که مردم گفتن، تشابه اون روز رو با امروز که همون دروغها، جالبه، همون جملات توسط ترامپ و کابینه و مشاورینش گفته میشه. We know that Iraq is continuing to finance terror and gives assistance to groups that use terrorism. بله، میگه که اولش میگه که این طبل آغاز جنگ داره نواخته میشه، بعد این والا تا موقعی که این بود میگفتیم این خیلی احمقه، ولی از موقع ترامپ اومده فهمیدیم که بابا این اقلا دو کلاس بیشتر از ترامپ سواد داشت. یا بارها بهتون گفتم یه پسری سر کلاس، یه معلمی میاد در که باز میکنه به بچه ها، همون روز اولی که آمده بوده یه جمله صحبت میکنه و اینها، و به بچه ها میگه که به نظر شما من چند سالمه؟ یکی دست بلند میکنه میگه 40 سال. میگه به به پسرم بیا اینجا ببینم تو چجوری فهمیدی من 40 سالمه. میگه آقا ما یه داداشی داریم نیمچه خله، اون 20 سالشه، شما تمام خلی، 40 سالته. حالا این از موقعی که ترامپ آمده واقعا آبروی این جورج بوش رو حفظ کرد، درست مثل آخوندا از موقعی که آمدن آبروی شاه و خانوادش حفظ شد، همون ضرب المثل صد رحمت به کفن دوز اولی، این شد. حالا این میگه که ما میدونیم که عراق چنین و چنان، میدونیم که داره میدلیست رو، خاورمیانه رو تبدیل به اصطلاح میدانی برای جنگ و اینها میکنه و باید بریم جنگ کنیم و نریم هیچی دیگه، میان میزنن. و این بهش میگن
وار مانگرین، یعنی جنگ افروزانی که با ایجاد ترس و وحشت مردم رو آماده میکنن برای هر کار غلط و غیر انسانی که میخوان بتونن انجام بدن. میگه که سعید میگه که سوربیز خیلی ممنون که برای مثال آوردن از کار پمپ بنزین در شب استفاده کردی نه از چلو کباب یک ساعت مونده تا نهار. ببین روزی هم که ما نمیگیم خودت میگی، ولی اگه از اول برنامه با ما بودی وقتی که راجع به دوستمون آقای خسرو داریوش صاحب موبیدیک صحبت کردیم و از آقای سعید صنایعی هم صحبت کردیم گفتیم چلو کباب و اینها. بعد میگه چه فایده، اصلش فکر شماست که توی چلو کبابه. اینو خوشنودی به شما میگه. برگردیم به این جورج بوش دیوانه و ببینیم تشابهش رو با امروز ترامپ شارلاتان. Undermined Middle East peace. The Iranian regime continues to fuel conflict, terror and turmoil throughout the Middle East and beyond. Many nations are joining us in insisting that Saddam Hussein's regime be held accountable. Iran will be held accountable. The danger is already significant, and it only grows worse with time. This is a threat to the region and a threat to the world, and it gets worse day by day by day. The same tyrant has tried to dominate the Middle East. And Iran's ambition to dominate the Middle East remains. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. Regime change in Iraq is the only certain means of removing a great danger to our nation. And therefore the only solution is... اینم فریدم و آزادی که پوتین عراق با پوتین آمریکایی‌ها و بچه‌های خونین و مالین شده خاورمیانه. و یک ویدیوی کوتاهی من گذاشتم از یه آقای جوانی هست که اصلش مال آفریقای جنوبیه ولی یه برنامه‌ای داره به نام دیلی شو و تراور نوا، نو هم مثل فامیل پیغمبر. و اون میگه که اوه جنگ داره چیز میشه. بذارید بهتون نشون بدم، روی فیسبوک هست، اونو بهتون نشون میدم. به دوستان هم گفتم اگر شماها بیاین به فیسبوک سر بزنید، من روزانه دو یا سه تا یا ویدیو یا خبر نوشته رو بیشتر اونجا نمیذارم و مثل دوستانی نیستم که شما رو بمبارمان کنن با چیز چی میگن، با خبرهای بی خود و از شما به عنوان سطل آشغالی خودشون استفاده کنن. بذار من این تراور نوا رو ببینم میتونم اینجا پیدا کنم. بله اون به اصطلاح آگهی مجلس ختم آقای خسرو داریوش رو هم روی وبسایت گذاشتم و این هست ایران نقد. بله اینجا کامرای دو مال شما، این با فارسی زیرنویس داره، بذارید من براتون بازش کنم تا زیرنویسشو ببینید و استفاده کنید، چون بعضی وقتا صدای اونی که انگلیسی صحبت میکنه قطع میشه. خب بله میگه که آقای سوربی این ویدیو ثابت نمیکنه که صحبت‌های این آدم‌ها سیاست‌های شخصی نیست. اصلا نمیفهمم یعنی چی سیاست‌های شخصی چیه، ما اینا نمایندگان دولت آمریکا هستن، اینها باید به اصطلاح سیاست‌های دولت آمریکا رو به من و شما منتقل کنن به عنوان مردم آمریکا، به عنوان مالیات دهنده‌های آمریکا، بعد ماها بتونیم به نمایندگانمون صحبت کنیم اونا اجازه جنگ بدن یا نه. ولی الان چند سری هست که اینا بدون اجازه نمایندگان میرن جنگ. در هر صورت یک کمی دقیق‌تر بنویس تا من متوجه بشم، ببینیم این چی میگه. بله میگه که مردم رو میترسونن، میگه ایران میخواد به ما اتک کنه پس ما باید بریم اونجا. بعد ایران گفته آقا ما به شما نمیخوایم اتک کنیم، بفرما این
سر موشکمون رو میچرخونیم این بر دور تا دور ایران، هر جای اینجا بچرخونم میگه بحرین که ما هستیم، اونجا که ما هستیم، دیگه فارسی نوشته بوده، احتیاج به توضیح نداره. بعد میگه حتی تو خود ایران هم میگه our future base، یعنی پادگان آینده ما ایران. آقای خوشنودی میگه تشابه صحبت ها انعکاس سیاست های کلی است. خب این همون صحبتی که ما میکنیم، میگیم اینا یک به قول خودشون داکترین هایی دارن، یه برنامه هایی دارن، یکیش نمیدونم اون کمربند سبز، یکیش خاورمیانه بزرگه، اینا رو فرقی نمیکنه کی بیاد. همین اوباما که آمد همه فکر کردن دیگه صلح و دوستی و همه چی، اون مردک از همه اینا بیشتر و بدتر عمل کرده. بری ببینی هم در رابطه با مهاجرین، هم در رابطه با جنگ و کشت و کشتار در دنیا، هم در رابطه با معاملات زیر میزی و پشت صحنه. اتفاقا این فرید زکریا رو نگاه کن، یکی از اونایی که مسئول گفتگو بوده با دولت ایران تو همین برنامه هست، برنامه دیروز صبح فرید زکریا، بهش میگن جی پی اس گلوبال پابلیک سکویر یا همین چیز. خب خانم تننازی میگه که وقتی فرخ یه حرفی زد، درست هم زد، میگه که بوش با همین اتک، با همین حمله‌ای که انجام داد آیسیس رو به وجود آورد. ببینین قبلش آمریکا با اون برنامه‌ای که داشت در مقابل روسیه و طالبان، به اصطلاح بن لادن، طالبان بود از قبل از اونم، از دوره ریگان هم بود، به اصطلاح القاعده رو به وجود آوردن. بوش با این حمله به این کشورها آیسیس رو به وجود آورد. حالا بشینیم ببینیم ترامپ اگر این اشتباه رو ادامه بده با حمله به ایران اون دیگه چه چیزی رو درست میکنه و به وجود میاره. خانم تننازی میگه وقتی که میخواست واگن‌های پر از ابزار کشنده وزارت دفاع آمریکا از روی ریل آهن هلند عبور کنه یا عبور بدن، هلندی‌ها باهاش مخالفت کردند و گفتن می‌خواید برید آنجا مردم را به کشتن بدهید، ما اجازه نمیدیم که ترن مرگ از روی ریل کشور ما رد بشه. آمریکا هلند را تهدید کرد و گفت اگه اجازه ندهید در جنگ جهانی سوم دیگه سربازان آمریکایی و کانادایی مانند جنگ جهانی دوم به کمکتان نخواهند آمد. هلند از ترس جنگ جهانی سوم راه را براشون باز کرد و نتیجهش شد کشتار عراق. ممنون و متشکرم. خب اینم از این، و مثال عربی رو گفتیم، وقتی که شرم نباشه چنین و چنان. خب دوستان اجازه بدین من یک کاری بکنم که دوست ندارم. من این شماره تلفن آقای حسن خزائی رو اینجا به شما نشون میدم، چون میخوام نشونتون بدم که ببینید از ساعتی که من برنامه رو شروع کردم تا الان ببینید ایشون چند تا چیز فرستاده. ببینید کامرای دو، شاید هم بزرگتر بهتون نشون بدم. شاید این بنده خدا از تنهایی این کار انجام میده. شما اگه جایی هستید، شما هم تنها هستید، زنگ بزنید به ایشون، رادیو روشن کنید، براش آگهی بذارید، باهاش صحبت کنید. چون من اگر این کار رو ادامه بده مجبور میشم که این شماره هاشم از اینجا بلاک کنم و این کار رو دوست ندارم. با یکی صحبت میکردم راجع به، ببینید شماره ایشون هست 949-326-8732. نگاه کنید 12:28 به وقت خودشون، یا اینجا 12:22، 12:18، 12:11، 12:07، 12:03. خب آقا من نمیدونم این کار شما درست نیست، اصلا چرا ما صبر کنیم برای روز دیگه؟ همین الان ما این شماره رو بلاک میکنیم. شما رو به خیر، ما رو به سلامت. بلاک اینجا بیاریم بنویسیم این گوشه رو نشون بدیم که این دوستمون بدونه دیگه بلاکه، اینجا وقتش رو تلف نکنه. این کار بسیار زشتیه. و خیلی جالبه اون آرتیست و هنرمندمون که قرار برنامه داشته باشه اونجوری، ببینید میگه اینو اضاف کن به اسم و لیستت، میگیم آقا نخواستیم، بلاکش کن شما بهتره. بلاک، اینم شمارهش. باز میپرسه بلاک
شماره 949-326-8732 میگیم بله خدا حافظ، تا روزی که از طریق ایمیل شما یک ایمیل بفرستید. بله میگه واو یو هاف استاکر. میدونید آقای خزایی چقدر بده که من به شما میگم دوست خوبمون آقای خزایی، ولی با این کارت آقای سعید از کالیفرنیا میگه شما استاکر. استاکر کسایی هستند که مزاحم میشن. یادتونه اوائل که تلفن اومده بود توی ایران توی شیراز، اوائل نه همین الان هم بعضی مزاحم دیگران میشن، میگه این کار شما مزاحمت. چرا؟ به من بگو چرا این کار رو انجام میدی؟ شاید یه دوستی داشته باشیم، روانشناس باشه بتونه کمک کنه. چون من به شما گفتم من اون قسمت چیز رو خاموش کردم دیگه، یعنی شما دو تا اکانت داشتید روی فیسبوک، اونو خاموش کردم. میدونم الان پتیک میگه آقا اعصاب خودتو خرد نکن. پتیک جان این مسئله فیسبوک نیست، این مسئله تلفن نیست، این مسئله اینه که ما ایرانی ها داریم بلایی به سر هم دیگه میاریم که کانکشن و ارتباطمون از بین بره. یعنی این آقای خزائی همشهری من با این کارش کاری میکنه من بگم آقا کون لق ایرانی ها، اصلا نمیخوام با هیچ که. دیدید طرف برنامه میذاره، نه تلفن مینویسه، نه اسم مینویسه، نه فامیل مینویسه، نه ایمیل میذاره، نه فیسبوک نشون میده. یعنی آقای خزائی به من میگه سوربی ما لیاقت نداریم. البته ایشون لیاقت نداره، ولی شما لیاقت دارید. بابا این آقای پتی پس از دو سه روزی میخواد یه پیام به امام بذاره، یه پیام میذاره مختصر مفید، ما یه اطلاعاتی چیزی ازش یاد میگیریم. همین دیروز نوشته بود که سوربی من 53 تا کتاب از زمانی که اون کتابا رو برای تو فرستادم خریدم و خوندم، و اگه اون کتابا رو دوستان خریده بودن استقبال شده بود من این کتابا رو هم برات میفرستادم، ولی حالا میبینم خب من برم بسته‌بندی کنم، پول پست بدم، زحمت بکشم، وقت بذارم برای تو بفرستم، تو وقت بذاری بازشون کنی بیای نشون بدی، بعد هیچ که نخره. مخصوصا تو این خونه کوچیکی که آمدیم آقا خیلی ممنون. گفت میرم میدم به کتابخونه. کار به خود درستی. در ضمن یه سری کتاب هم کتابایی که دوستان لطف کردن طی سالها به تلویزیون مردم فرستادن، اینا رو سعی میکنم به زودی عکس همه رو بگیرم و روی فیسبوک یه جوری آگهی بذاریم که اگه کسی میخواد با حمایت از تلویزیون مردم بتونه از اونا استفاده کنه. این هم از این ماجرا و بریم با سراغ نوشته ها. بله حالا میخوای برای تو بفرستم سعید ساعتاشو ببینی که دقیقه به دقیقه این آقا برای ما این چیزها رو میفرسته و واقعا کار زشتی هست، کار ناپسندی هست، نکنید این کار. خب بیان بریم آگهی بهار رو براتون خوندیم، بریم سراغ خبرهای دیگه. یه چند تا ویدیو هست. عقل بشر، این دو زبان و دو عقل، این همین بود که بهتون نشون دادم. آقای برمیداره، آقا شنیدم آگهی یک ناو گذاشتید اونجا، بعد دو تا ایرانی، حالا یکیش چهار کلمه انگلیسی بلده یا خودشه، اینا رو قطع وصل میکنن صحبت میکنن. آخه چیه وقت گذاشتی ویدیو ساده کردی، ویدیو تولید کردی و پخش کردی که چی؟ بله عقل بشر در اختیار خودش نیست. اینم یه ویدیو هست که من بهتون نشون میدم ببینم چیه. این ویدیو رو من بعضی وقتا اولش رو نگاه میکنم. آها این جالبه، میگه که در کشور، بذارید من اینو، بله عقل بشر در اختیار خودش نیست. میگه معبد هندوها فتوا صادر کرد استفاده از خورشید برای تولید برق خدای خورشید را عصبانی میکند. مریدان هم آمدند فوری اقدام کردند به این فتوا و خدا خورشید را راضی و اینها خدای خورشید را راضی و اینها هم همه بهشتی شدند. حالا ببینیم ماجرای خدای خورشید و اینها چیه و این صفحه هایی که میذارن بهشون میگن سولار، الان اسمش یادم رفته، که روی بعضی از خونه ها هم میبینید تو خیلی از شهرها و اینها دارن اینو بیشتر و بیشتر انجام میدن، چون در طی روز از تابش و اشعه خورشید استفاده میکنه و
برق اونا رو میده، بعضی وقتا حتی برق رو به اندازه تولید میکنه که برق رو شما میتونید به شرکت برق هم بفروشید. حالا ببینیم اینها بعد از نشستن پای منبر معبد هندوها حالا چجوری به این فتوای دینی و مذهبی دارن عمل میکنن. آها، سولار پنل، الان اسمش یادم افتاد، سولار پنل به اینا میگن. این آقا از همه اینا میخواد بیشتر و زودتر خدا رو راضی کنه و سریعتر به بهشت برسه، پس در خریتش حد اکثر تلاش رو میکنه. حالا این کجا بوده؟ یه شرکتی آمده لابد اینا رو زده، حالا یا برای خودش برق تولید کنه یا به یه عده آدم فقیری که اونجا برق نداشتن. چون برق کشیدن از یه جای دیگه به یه جای دیگه خرجش زیاده. این سیستمای سولار سیستم اینه که شما میتونی تو حیاتت بزنی همینجا برق استفاده کنی، نه تیر چراغ برق میخواد، نه جنراتوری میخواد، نه چیزی. ولی نه دیگه، باید ایشون میومد و حتما میرفت بهشتی میشد. خب ببینیم، گفتمتون ویدیوهای خوبی دارم براتون، اگر اون دوستان اجازه بدن اینا رو نشون بدیم. بذارید من اینا رو پاک کنم. بله، این کلیک کلیک هایی که میشنوید صدای هر کدومش صدای یه پیامیه که این آقای حسن خزائی برای ما فرستاده. چندین ساله میگه من میخوام برنامه داشته باشم، حالا برنامه چجوری اجرا کنم، دوربین چی داشته باشم، تلفن چی داشته باشم. بنده خدا پول دو سه تا تلفن رو هم ماهیانه میده ولی فعلا به اینجا نرسیده. خب آیا باور میکنی در بخشی از سوریه برای معاینه باکره بودن دوشیزگان، دوشیزگان باید از این راه رو عبور کنن؟ اگر نتوانستن بنابر عقیدهشان حتما دست دوم شدن، برو بهشان بفهمون در اشتباهن، اگر تونستی بیا عقلم را بسوزان. نگاه کنید ببینید این دختر جوان رو مجبور میکنن. از فکر کنم یه بار نشون دادم ولی بازم ارزش داره که ببینیم این دختر جوان رو چجوری مجبور میکنن که از این سوراخ رد بشه تا ثابت کنه به خانواده نادانش که این هنوز باکره است. من کامرای دو مال شما بریم. این شب شیفر رجیم مرکه اونو شما از گمری سر خم تو تار فوتی ای مرد شور، اون خدایی ببره که بزرگ بودنش رو شما به این ثابت میکنی. اون احمقی که این سوراخ رو درست کرده نگفته اگر دختر بعدی مقداری چاق باشه، حالا هر قدم باکره باشه، از این سوراخ رد نمیشه. یعنی خب نخستین دوچرخه‌ای که به دین اسلام گرویده، باورتون میشه که دوچرخه‌ها رو شما بعضی ها که میگن نمیشه با آخوندها در یک جامعه پولاریستی کنار آمد، به نظر من تنها برون فکنی میکنن آنها. آقای ابهری برای ماها بنویس که ما بفهمیم پاپولیستی و پولاریستی و اینا رو توضیحش رو باید طرف رفته باشه توی این کتاب کلاسای جبهه ملی و
این دوستان جمع شده باشه تا این چیزا رو بفهمه. یادم اولین باری که رفتم به یکی گفتم آقا این کلمه هژمونی که اینا میگن چیه؟ آقا شما نمیدونی هژمونی یعنی چی؟ گفتم نه. شما میدونی؟ گو ای آقا شما نمیدونی یعنی چی؟ گفتم فهمیدم، شما هم نمیدونی. ترسوار من نمیدونم. بعد تازه این برون فکنی یعنی چی؟ برون فکنی یعنی اینا رو از خودشون جدا میکنن. یک کمی ساده تر بنویس. آنها حتما باید ویدیوی شکستن پنل‌های خورشیدی در هند را ببینند و جواب بدهند چگونه هندوستان توانسته این مردم بسیار گوناگون و رنگارنگ را هم در یک پولاریزم دموکراسی جمع‌آوری کنه. خب خیلی ممنون. بله، نخستین دوچرخه‌ای که به اسلام گروید. بفرمایید نگاه کنید، این دوچرخه در صفه نمازخوان‌ها وایساده و به خواندن نماز مشغوله. چرا؟ چون صاحبش میدونه که اگه اینو بیرون گذاشت وقتی برمیگرده چرخش نیست، یا چرخاش نیست، یا کل دوچرخه نیست. اینم نخستین دوچرخه‌ای که به اسلام گرویده. در مراکش دو زبان و دو عقل رو پخش کردیم. آیا باور میکنی؟ بله، هر چیزی که شما بگی از نادانی بعضی ها ما باور میکنیم. بله، میگه که هوشنگ جان سلام. این آقای پتیک نامه نوشته برای آقای آریانپور. ضمن تبریک روز مادر، راستی دیروز در آمریکا روز مادر بود، به تمام مادران تبریک میگم. و یه آقایی یه جایی نوشته بود به تمام مادرهای زیبا تبریک میگم. گفتم آقا تا هم شدی خوشگلا باید برقصن، خوشگلا باید برقصن. بعد طرف میگه آقا اگه بشینیم یعنی زشتیم، پاشیم بریم برقصیم. حالا شما میگی ما فقط به مادرهای زیبا تبریک میگیم. بمانه. گفتم شما بگو ما به همه مادران تبریک میگیم. ایشون هم نوشته بود چشم. ضمن تبریک روز مادر به همسر، خواهر و بقیه مادران به صفحه 50 رسیدم. اگر بخواهم مطالب جالب آن را رونویسی کنم حداقل 15 صفحه باید بنویسم که برای کل کتاب که در حدود 70 80 صفحه لازم است. بنابراین خلاصه تر میکنم، 1/50 رضایت میدم. صفحه 9 سطر 4 نوشته ساعت 4:15 صبح سوم شهریور دو سفیر روس و انگلیس در منزل نخست وزیر را کوفتند، اما تا ساعت 9 فروغی جرأت نداشت شاه را از خواب بیدار کند. اینم برای آقای گلپا که آواز میخوند همه خوابیدن فقط شاه بیداره. البته شاه یه جورای بیدار بود، شب نشینی میکرد، ولی شب نشینی برای کار دولت نبود، شب نشینی برای خانم بازی و علم بازی و ابا علم بودن. با این اردشیر زاهدی جندخونه اینجا الیزابت تایلر رو ببرن ایران، اون به زمین آخوند درست مثل اینا. دموکراسی هند در کجاش؟ در گرسنگی ها مردمش و یا در تجاوز و کشتار دست جمعیش؟ والا سوال خوبیه، ولی باز یادتون باشه اون جمعیت بیش از 1,000,000,000 نفر رو با کشورهای مثل ما 80,000,000 نفر مقایسه کنی، میگن که همه زندگی نسبی. شما مقایسه کنی فکر کنم هندوستان از ما خیلی جلوتره. حالا میگی نه یه بحثی بذار، پیامم بذار و شما پیام ضبط کن ما پخش میکنیم. خب آها، خانم تنازی گفته اینو، ببخشید خانم تنازی گفته دموکراسی هند در کجاست. یه کمی بیشتر راجع به هند و اقوام و مذاهب و خدایان گوناگونش مطالعه کنید خانم تنازی، فکر کنم با من هم عقیده میشید که بله یک دموکراسی اونجا هست. برگردیم با حالا میدونم این پتیک میگه من بهت میگم فیسبوک اعصاب ما رو خراب میکنه، گوش نمید.
اما تا ساعت 9 فروغی جرأت نداشت شاه را از خواب بیدار کند. خواب مملکت طبق معمول. رشید عالی با 4 سرهنگ که طرفدار آلمان است در عراق کودتا کرد و 2 ماه بعد به ایران پناهنده شد. صفحه 21 بند آخر. سرگرد زنگنه با 80 افسر و 1200 درجدار و سرباز پس از تحویل اسلحه خود را تسلیم دولت ترکیه نمودند. تو پرانتز نوشته آفرین بر این ارتش شجاع. صفحه 42 بند 6. برجسته ترین کار فروغی جلب رضایت انگلیس برای شاه شدن محمد رضا بود. شاه که شاید بهتر بود اشرف به اصطلاح ملکه می شد یا مسئولیت را قبول می کرد، نشاه. صفحه 43 بند 4. در موقع یورش انگلیسی ها ناوهای ایرانی در حالت آماده باش نبودند، مهمات هم نداشتند. به سرباز سالیان حقوق میدادند، در روز جنگ مهمات ندارد. نگران نباش، به سربازان حقوق نمیدادند. الان که سالها گذشته از اون روز، هنوز به سربازا حقوق مکفی نمیدن. در زمان شاه که این همه پولدار شده بودیم، میگفتن شاه نمیدونسته پولا رو چجوری خرج کنه، به من و شمایی که رفتیم سربازی چه حقوقی دادن. حالا اون سرباز صفرا که بیچاره. صفحه 43 بند آخر. چرا چراغ‌های بندر که همیشه در شب خاموش بود در سوم شهریور تا صبح روشن بود؟ قابل توجه خیانتکارا. صفحه 44 بند آخر. ارتش 150,000 نفری که 18 سال و میلیون ها خرج آن شده بود با یک دستور چیچی از هم پاشید. با تشکر پتیک. 150,000 نفر، این مال زمان رضا شاه دیگه، نه؟ 150,000 نفر تو ارتش بوده. میدونم که زمان شاه میگفتن 700,000 نفر. بله، آهنگی هست از جان لنون مال گروه بیتل ها که آقای سیاوش قمشه‌ای اون رو خونده به نام تصور کن، و این آهنگ خیلی معروفه ایمجین. این رو ما میذاریم، حتما هم یوتیوب یقه اونو میگیره. ولی روی این آهنگ اومدن تصویر ترامپ و دیگران رو گذاشتن. میگه شما فکر کنید که این آهنگ از زبان و از طرف اینها خونده میشه، اون دنیا دیگه واقعا بهشته. بذارید من اینو بهتون اینجوری نشون بدم. بله، این آهنگ خلاصش اینه که میگه فکر کن که بهشتی وجود نداره، هر کار خیری میخوای انجام بدی برای دیگران همین الان انجام بده و الا آخر. بشنویم با همین دیگه. بیش از این فکر کنم حتما یوتیوب یقمونو میگیره و به مخاطره میفتیم. آقای اکبری، این همشهری عزیز ما، میگه آقا خدا پدرت بیامرزه، همون حقوق نزدیک به هیچ رو هم سرگروبان از سربازای بیچاره امضا میگرفت ولی پوله رو بهشون نمیداد. زمان شاه هم سرگروبان ها دزد بودن. زمان شاه این کارا اتفاق میافتاد. خجالت بکش آقای اکبری، خجالت بکش. گلستان بود، باغ بود، بستان بود، چی داری میگی؟ چرا این مزخرفاتو میگی؟ میخوای باز جمال شاه اللهیار رو بفرستم سراغت؟ این حرفا چیه؟ همه ملت ایران 22 بهمن خراب شدن. برو آقا، برو یکم بشین برنامه های این شاه اللهیار رو نگاه کن، ببین چی بود، چه مملکتی بود. خب دوستان عزیز، ساعت 3:28 دقیقه است. آمریکا، بله، یک این ترامپ به ایران هشدار داد. امام بره ها یا امام، بله، بذارید من این رو براتون چیز کنم. نشانه های خوب برای ایجاد یک صلح پاسدار. این همین آهنگری که خوندن میگه اگه این بود
آقای اکبری میگه کاکو من سرباز زمان شاه بودم. میدونم آقا، منم میدونم. دیدی دیگه اون عکسای دخترای چتباز هوابردی که فرستادی گفتی 1347 اینا بودن، ممکنه در یک برهه از زمان که همون ماجرای این بود که دختر خانمان وقتی دیپلم میگرفتن به اصطلاح موظف بودن برن خدمت، البته بیشتر میگفتن باید برن سپاه دانش و سپاه بهداشت و اینها، ولی بعد اعتراض شد گفتن آقا تو دختر مردم رو میفرستی تو ده، خب این کت خدا هم اگه بخواد بهش جا بده میگه خب حالا شما که اومدی اینجا شما باشه زن سوم من و چجوری و اینها، این کار رو توقف کرده. ولی من همون سال 55 سرباز تیپ 55 بودم، خیلی جالبه ها، سال 55 سرباز تیپ 55 بوده و اونجا هیچ نه از افسر زن خبری بود، نه از درجه‌دار زن خبری بود و نه از سرباز دختر یا زن، ولی توی شهربانی شیراز افسران موتورسوار زن بودن که توی چهارم آبان و اینها میمدن، سر چهارراه هم افسران زن گذاشته بودن که متاسفانه نه دستشویی نه چیزی، اینا باید یه جایی رو پیدا میکردن، یکیش بیاد تو ایران پیما بره جیش کنه، یکیش بره تو بستنی فروشی اون جیش کنه فلان اینها. و خانه از پای بست ویران است، یا خانه از پای بند، از کجا میگن خانه از پای بست ویران است، بله این درست. This is happening in all the world, not only Iran. شما کاملا درست میگی، شما کاملا درست میگی. چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ منحصر به ایران نیست، منحصر به تمام دنیاست. وقتی که دولت‌های دموکرات کشورهای پیشرفته نمیدونم اسکاکیش و فلان بیسار اینا نتونستن راه حلی پیدا کنن، اون وقت شما انتظار دارید آخوندای شپشو و نمیدونم حوزه علمیه بهترین سیاست و بهترین دموکراسی رو به من و شما بدن؟ خب این انتظار بی خودی هست. وقت سرانجام میشه این روحانی که میاد میگه مردم باید به اندازه توانایی رئیس جمهور ازش بخوان. مردک تو بیا به مردم بگو توانایی چی هست، چرا قول بی خود میدی، چرا قول بیشتر میدی، چرا حرف گنده تر از دهنت میزنی. اینم از این. ترامپ به ایران هشدار داد سکته. اما بذارید ما یه چیزی بخونیم که به درد چهار نفر بخوره. در رابطه با همین ماجرای به اصطلاح فوت دوستمون آقای خسرو یا مایک داریوش، یه دوستی این فرستاده بود به عنوان روز جهانی سکته که پنجم یعنی دهم ماه می بوده و توضیح میده که روز جهانی سکته. سکته چیست؟ ما شیرازی ها میگیم سکته. سکته نابهنجاری ناگهانی گردش خون در مغز است. ضربه یا با گرفتگی یا پارگی یک مورک در مغز یا نواحی گردن شروع می شود که باعث می شود به بخشی از مغز خون کافی نرسد، بدین ترتیب فعالیت سلول های مغز متوقف می شود. با اقدام سریع می توان از پیامدهای ناگوار سکته جلوگیری کرد. میگه بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از 6 میلیون نفر بر اثر سکته یا ایست قلبی میمیرن. مشخصات سکته چیست؟ چگونه آن را بشناسیم؟ چگونه میتوان با آن مقابله کرد؟ چگونه میتوان از آن پیشگیری کرد؟ ای کاش ما در هر برنامه یه چیزی مثل این رو بیایم هم روی فیسبوک بذاریم برای دوستانی که اینجا هستن، هم در برنامه‌مون بگیم که یک کمکی بشه. شاید همین برنامه که تموم شد یه نفر از دست سوربی انقدر هرس خورده باشه که سکته کنه، اقلا از برنامه سوربی اینو یاد گرفته باشه که بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از 6 میلیون نفر بر اثر سکته یا ایست قلبی میمیرن. مشخصات سکته چیست و کمک و اینها. میاد پایین ببینیم که چی توضیح میده. راه حل دو کشور و هشدار آغاز انجام، ما را دنبال کنید. و اینه، رو همون لینکش رو فیسبوک فرستادم، برید. متاسفانه یا خوشبختانه بعضی وقتا ما چیزهایی که میخونیم باید دو سه تا صفحه عوض کنیم تا برسیم به اون مطلبی که میخواین. اینم برای اینی که تبلیغ
به خورد شما و من بدهند، این وبسایت ها، وبسایتان عزیز. خب این از این. بیاییم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا. سنگاپور، سنگاپور میدونید که یکی از تمیزترین کشورهای دنیا به شمار میره. اگه اشتباه نکنم همینجاست که اگه شما آدامس بخوری بندازی زمین جریمت میکنن، یا حتی آدامس خوردن جریمه داره. اگه اشتباه نکنم همینجاست که در زمان کلینتون یه پسری رفته بوده خط کشیده بوده رو ماشین یا یه چیزی یه جایی نوشته بوده، گرفتنش، به کلینتون گفتن آقا بیا پادرمیونی کن، اینا میخوان شلاقش بزنن. گفت ببین شما وقتی میری یه جا، گوش کن، شما وقتی میری جایی قانون اونها رو قبول کردی. این دوستان بهایی که زیر آبی میرن میگن ما تو اسرائیل قانونشون رو قبول داریم، ولی تو ایران که میان قانونشون رو قبول ندارن، تبلیغ میکنن، ایرانم میگیره، دانشگاهشون رو میبنده، اینجور اونجور. این دوستان بهایی ما آب زیر کاه هستن و همینجوری که ما برای مجاهدین دریغ نکردیم، یه مدتی هم برای این دوستان بهایی دریغ نکردیم. از خودمون مایه گذاشتیم، از وقتمون مایه گذاشتیم، بعد دیدیم بابا اینا از آخوندان بدترن. این آقای معینی، عطاالله معینی، صاحب جیلویز به من میگه شما با هر کی میخوای صحبت کنی اول ضبط کن برای ما بفرست، آخوندای مسئول نظارت نگاه کنم. گفتم برو آقا سرشو بذار. بله، درود بر کاکسوربی، پایدار و مانا باشی. خیلی ممنون آقای نیساری، امیدوارم شما هم موفق باشی. بله، این سنگاپور میگه که چگونه با چیز، با زباله، میدونید مشکل زباله، حالا زباله اتمی نه، زباله معمولی، تو دنیا خیلی مشکل بزرگیه. همینجا بعض وقتا بین نیویورک و شهرهای دیگه دعوا میشه، بین آمریکا و کشورهای دیگه دعوا میشه که آقا چرا زبالهاتو گذاشتی رو کشتی فرستادی این ور اون ور. ببینیم سنگاپور چی کار میکنه. 500 years is the number of years. اونجا زباله ها رو میسوزونن. جالب اینه که آقای چمنارا هم مثل که یه سیستم های اینجوری درست کرده و اینها، و همینجا هم هست و چی بهش میگن، اینسرنیشن میگن، چیز میبرن زباله ها رو میسوزونن. ولی خب بالاخره حاصل این سوختن یه خاکستری هست و جالبه این خاکسترا رو میارن میریزن رو آشغال های دیگه ای که نمیسوزونن، یعنی برای اونم مصرفی درست میکنن. اینجا میگه خاکسترا رو هم برمیدارن میبرن یه جایی میریزن که با اون جزیره درست میشه. در صورت تا اونجایی که من شنیدم سنگاپور یا سنگاپور یکی از تمیزترین کشورهای دنیاست. موضوعات زیادی هست، فیلم های زیادی هست. بذارید من این امام برره رو بهتون نشون بدم. میگه امام کنونی مذهب شیعه بهره در هندوستان است. این مذهب در مصر از نواده های امام جعفر صادق شکل گرفت، به فلسطین مهاجرت و در اسقلان اماماش درگذشت، در دنیا منتشر شدند، بیشتر در یمن و هندوستان مرید دارند. کدام دین در محدود ساختن عقل موفق نبوده؟ در قرآن بهره ها هم به آن عقیده ماندن. آیه است ریخته به همین فارسی، آیه است به این ترجمه: کسانی که به جز خدا به دیگری متوسل می شوند چیزی به دست نمی برند، آنان نمی توانند مگسی حرکت دهند، اگر مگس چیزی از آنان گرفت توان باستایش را ندارند، باستانیش را ندارند. حالا برو به اینها بفهمان که عبادت شخص مخالف دین است. چرا خودش این آیه را برایشان ترجمه نمی کند؟ نمیدونم. ما که با خدا گفتیم شما هر وقت حرفی داری بیا با ما بزن خودت، ما این آخون مخون ربای ببرای قبول نداریم. بله، ریسایکلینگ یا بازیابی، تو ایران میگن بازیابی ضایعات، اینجا میگن ریسایکلینگ. البته این با ریسایکلینگ فرق میکنه. ریسایکلینگ اینجا شما شیشه ها رو میدی، شیشه ها رو میسوزونن دوباره میبرن شیشه درست میکنن، پلاستیک ها رو میسوزونن پلاستیک درست میکنن، ولی این میسوزونه، از بین میبرتش، تقریبا 90% کم میشه.
یعنی اگه شما 100 کیلو چیزی رو میسوزونی، این میگه میشه 10 کیلو. این و این فیلم هم چون با تلفن گرفته شده، متاسفانه سر و ته که نه، اینجوری از بغل باید مثل شیره ای ها که میخوان شیره بکشن بخوابید تا بتونید اینو نگاه کنید، یا گردنتون به عنوان آزمایش خم کنید. آقا این برای پاپ هم همین کارو میکنن. شما وقتی پاپم میاد تو خیابونا همین ماجرا هست و چه باید کرد و یه کسی به من بگه. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم، اینجا از این، اینجا از این و بله بس. یه ویدیو خیلی قشنگی هست مال اصفهانه، ولی چی نداریم، چی میگن به اصطلاح، اجازه پخشش رو نداریم. ما هم 100 دقیقه با شما بودیم، بس دیگه. گفت اگر در خانه کس هست یک حرف بس است. ما اگر 100 دقیقه تونستیم به شما نفعی برسونیم، سودی برسونیم، همین بس. اگه نرسوندیم، خب اگه 100 دقیقه نرسوندیم، بیش از این چرا وقتتون رو بگیریم؟ اجازه بدید همینجا از شما خداحافظی کنیم. امروز دوشنبه است، چهارشنبه با شما از ساعت 2 بعد از ظهر خواهیم بود و تلویزیون مردم رو حمایت کنید. حتی اگر ماهی 5 دلار 10 دلار هست، قرار خودتون رو بذارید ماهیانه کمک کنید. اینجوری ما هم میتونیم حساب کنیم، بگیم از این همه بیننده دوست که با ما هستن، ماهی اینقدر ما میتونیم مخارج اینترنت رو بدیم، آب و برق رو بدیم، اینو بدیم، اونو بدیم. الحمدلله صد شکر که روی ستلایت و اینها نیستیم، و الا اون موقع مجبور میشدیم از همین شماها که دوستان خوبی هستین ولی به قول خانم طنازی مفتخور هستین، مجبور میشدیم گدایی کنیم، شاید هم یه درجه بالاتر مجبور میشدیم کلاهبرداری کنیم. اون وقت اسم ما هم میرفت مثل کانال یک که میگن شهرام شالاتان، میشد سربی شالاتان. ولی باز هم یادی کنیم از آقای خسرو داریوش، این پسر شیراز. خیلی جالبه، یه جایی بودم طرف گفت خب میدونید که اینا از خانواده تختی بودن. گفتم من نمیدونستم، ولی تختی تهرون بوده، اینا شیراز بودن. من خانوادهشون رو تو شیراز نمیشناسم، ولی رفتم از خانوادهشون، اتفاقا دوستانی که میدونن سر فلکه، سر چهارراه هنگ، سر چهارراه هنگ چیز داشتن، این فروشگاهی که برای کشاورزی مواد کود شیمیایی و اینها میفروشه، احتمالاً اونم حالا بنده خدا بازنشسته شده، اون فامیلشون بود و اونها پول میدادن. من قبل از انقلاب برای آقای مایک خسرو داچی میفرستادن. 89 شروع کرد اولین موبیدیگ رو باز کرد، سر 30 سال اینجا تو رادیو شلوغ و تبریک و اینها، بعد به 31 سال نکشی. پس ای که امروز هستی قدرش رو بدون، قدر فامیلتون رو بدونید و با دوستان هم مهربان باشی. سوربی این نصیحت به خودت هم هست. از اینکه با ما بودید و هستید ممنون متشکرم. دوستیتون رو با حمایت مستحکم کنید. روز روزگار بر شما خوش. امروز شاید ساعت 6:45 دقیقه با آقای پرویز مینویی باشیم. معمولا آقای مینویی بدقولی نمی کنن. تا امروز میشه گفت 99% میشه، ولی همیشه ما 1% میذاریم شما بنده خدا ماشینش خراب بشه، یه اتفاقی برش بیفته. آدم وفاداری هست به عهد و به قول خیش. سعی کنیم با وفادار بودن این آداب معاشرت رو درستش کنیم، و الا شا بره آخوند بیاد، آخوند بره یه گوگند دیگه بیاد، هیچ فرقی نمیکنه اگه ما بد باشیم. مرسی، به امید دیدارتون چهارشنبه. روز روزگار بر شما